سلام دوستان محترم، دکتر موسی داوری هستم. امروز باز در خدمت شما از دنمارک با نشر یک ویدیوی کوتاه، این بار در مورد آناتومی مقطعی انسان که از نظر رادیولوژیست چه قسم میتونیم ما ببینیم و درک کنیم که یک رادیولوژیست و یک شخصی که آناتومی مقطعی را میبینه و از او مشکلاتش پیدا میکنه چی شکل است. البته با آناتومی گراس، آناتومی که ما در پانتونا میخوانیم فرق نداره. فرقش همی است که در مقاطع مختلف یک عضو از ابعاد مختلف دیده میشه و یک شیوه دیگه و بهتر برای بررسی یکی از همه از اعضایی که شکل 3D دارن می باشه. بدن انسان هم 3D است و هر بود ازی می تانه با شکل جداگانه بررسی شود. در پلانی که من امروز دارم می خواهم از آناتومی سیستم عصب مرکزی، آناتومی قف الا بیس سیستم عصب مرکزی شروع کنم و به روزهای آینده میخواهیم این پروگرام آیست آیست پیش ببرم و در قسمت های دیگه هست عضویت همچنان صدر، بطن و اعضای عضله را هم در اینجا شامل بسازیم. از نظر رادیولوژیست اولا اگر ببینیم وقتی مریض داخل ماشین اسکن چی سی تی و یا چی امار قرار میگیره، مریض به شکل است که افتاده، اکثرا افتاده استجای زهری است و قسمت که در برای معاینه سر است اکثرا قسمت سر اول داخل ماشین میشه. در صورتی که مریض تروما باشه فرقش همی است که او به شکل سرچپه، یعنی به این معنا که از قسمت های پا داخل ماشین میشه و سر در جای آخری قرار میگیره. به صورت عموم طرف چپ مریض به طرف راست رادیولوژیست است، طرف راست مریض به طرف چپ رادیولوژیست در صفحه هست، قسمت عقب است و قسمت فرانت یا پیش رو قرار داره. این از نظر موقعیت های در فضا از طرف راست و چپ که ما غلط و راپورت باید نظر به همی حالتی که استاندارد این شده باید ما ببینیم. در مقاطع مقاطعی که تولید میشه میتونه به اندازه های مختلف تولید شه، چون در ماشین اکثرا ماشین های 16 الی 32 مقطعی موجود است که میتونه حتی در یک زمان بسیار کم مقدار زیاد از جسم انسان تحت شعاع قرار بده و مقاطع مختلف از او تولید شوه. کوچکترین مقطع 0.56 میلیمتر است که همین ماشین های فیلی استفاده میکنن. در سابق مقاطع بزرگتر بود و فواصل بینشان زیاد بود و وقت زیادتر را میگرفت. یک سیتی مغزی دوید از شروع الا ختم دوید 5 دقیقه را در بر میگیره تا وقتی که مریض میشینه و در ماشین قرار میگیره الا تولید تصویر ایزو، یعنی وقت بسیار کم میگیره. خب بیایم شروع میکنیم سر آناتومی. در حالتی که ما میبینیم مریض ما افتاده و تصاویر آیست آیست به این شکل تشکیل میشه. البته این تصاویر رنگه هست، تصاویری هست که در این تغییرات به وجود نامده و این تصویر در حقیقت تصویر یک زنده که نماینگر نزدیک بودن به چیزی که ما با چشم میبینیم است. در تصاویری که ما توسط ماشین MRI و CT عکس میکنیم تصاویر ما کد گذاری میشه به عوض رنگ ها با رنگ سیاه و سفید و در بین از او هر اندازه رنگ های دیگه که خاکستری و کدهای مختلف وجود داره، اونا نظر به دنسیتی خود نسجی که ما از او عکس میگیریم
رنگ‌گذاری میشه یا کدگذاری میشه. خب میایم یک رادیولوژیست وقتی که میبینه شروع میکنه از ابعاد بیرونی، ساحه‌های بیرونی که در قسمت آخر جلد قرار دارد، تحت جلد است، شحم تحت جلدی است، صفاق‌ها و همچنان عضلات است، و بعد از او ما میایم در خود استوانهای سر که آیست آیست پیش میریم و میبینیم. پایان تر از او سینوس ها هست، البته پوش مغز یا دورامتر، پیامتر و ارخنوئید، اینها در صورت معاف شدند قابل رویت هستند و غیر از او بسیار به استوان و به مغز چسبیدند که نمیتونیم او را درست ما ببینیم. در صورت خونریزی تحتش قرار بگیره و یا ای که تومور در ساحه موجود باشه و یا ای که اودیما و سایر آلات پاتولوژیک میتونیم اونا را قابل رویت بسازیم و بعد از گرفتن کانترست. البته سی تی مغزی بدون کانترست است. پایان تر وقتی که میبینیم ما دو نوع نسج اینجا میبینیم. قسمت اول به شکل که در ساحات بیرونی سطح مغز قرار داره، کورتکس مغزی رو تشکیل میده و حاوی حجرات نیورون ها است. قسمت در بین پایان تر از اونا به نام ساحات سب کورتیکال یا پایان تر از کورتکس است که اینا حاوی اکسون ها هستن، اکثرا مواد شحمی ره، یعنی از شحم ساخته شده قسمت زیاد از اینا. پس به او خاطر این رو به نام وایت ماتر میگن. قسمت های کورتکس که قبلا گفتیم اینا گری ماتر هستن. گری ماتر و وایت ماتر یا مایده سیاه و مایده سفید به فارسی، اینها در اکثرا گری ماتر در کورتکس هست و در بعض گانگلین های که در داخل مغز قرار داره در اوج متمرکز هستن. ارتباطات بین مغز توسط کمیسورها هست. بزرگترینش کورپوس کالوزوم است که ارتباط دهنده قسمت راست و چپ مغز است. خب ما به آیست آیست هر مقطع از نظر همشکل بودن دو طرف، از نظر از این که هایا نظر به خط متوسط کدام طرف از اینا بالا، یعنی موازی قرار دارن با هم دیگه، یک شکل هستن دیده میشه و از نظر همچنان دنسیتی ها. در مرایلی که اگر اودیمای دماغی و یا ای که ستروک و ستروک های قبلی بوده باشه، ما میتونیم در ساحات وایت ماتر و در جنکشن های بین وایت و گری ماتر ساحات را ببینیم که برنگ های خاکستری الاسیا دیده میشه. اما در ساعت های اول اگر ستروک تحسس کرده باشه، بر علاوه که از یک ملیس کلینیک داره، بسیار سخت است تا در سی تی عادی ما یک تغییر را در حجرات ببینیم، به خاطر که وقت را میگیره حداقل 6 ساعت در ضرور است تا اودیمای دیجه تحسس کنه و اوی دیما باز قابل رویت شده در سی تی. پایانتر از وایت و گری ماتر کمیسورها را دیدیم، کورپوس کالوزوم را دیدیم و بوتاینات میه. بوتاینات جنبی است که اول ظاهر میشه از بالا، دو طرف قرار داره و با هم دیگر در ارتباط هستن. از قسمت بوتاین سوم اینا با هم دیگر ارتباط دارن. در اینجا سوراخ های کوچکی هست که ارتباطات از این را با یک دیگر میدهن. پایان تر از او ما میتونیم ببینیم ساحات گری ماتر یا مایده سیاه رنگ که به شکل گانگلیون ها در داخل مغز ساخته شده و موجود است. اینها هم از خود وظایف خاص دارند. بزل گانگلیا دو طرف به شکل گانگلیون هایی که پر از مقدار زیاد از نیورون ها هستند، دو طرف موجود است. بازل گنگلیا شامل 5 گنگلین است که در اینجا دیده میشه. تلموس پایان تر از او قرار داره. تلموس مرکز از اطلاعات ایسی، یعنی آخذه های ایسی از وجود به قسمت دماغ و برعکس از او است. بوتین سوم در این قسمت قرار داره. قسمت هم قسمت های خلفی بوتینات جنبی را ما میبینیم که ارتباط میگیره به
ساحات تمپورال یا لوب تمپورال. پایان تر وقتی میریم میبینیم ساق دماغ است و ساق دماغ از مید برین شروع میشه، از ساحه‌ای که اینجا است و در فواصل اطراف مید برین ما سیسترن های بزل یا بزل سیسترن ها داریم. پایان تر از مید برین پونس است و پونس یک شکل پیاز ماننده است که در اینجا تقریبا 4 عصب یا 4 جفت عصب قفی از این سرچشمه و منشأ میگیره. البته در سی تی ما نمیتونیم این رو ببینیم به خاطر که ریزولوشن ما بسیار پایان است. پایان تر از پونس یا در سطح پونس ما قسمت های مقطعی از سریبلوم یا مخخ یا مغز خرد رو میبینیم که اونا رو همچنان به شکل دو طرفه ارزیابی میکنیم که آیا در اینجا تغییرات وجود داره یا نه. پایین تر ما میدول آبلونگاتا داریم و میدول آبلونگاتا ختم میشه به میدول اسپاینالیس یا به اصطلاح هرام مغزه که به فارسی برش بگوییم. در این زمان دیده میشه که رگ هایی که در این ساحه میایه او هم در سی تی قابل رویت است، چون این تصویر یک اندازه بزرگتر گرفته شده و در امون مقاطعی تولید شکل از رگ ها درش صورت نگرفته، پس گفتن نمیتونم که برای شما اینجا نشان بتم. اما به صورت عموم ما وقت آرتریوسریبری میدیا را در ساحات قدامی لوب تمپورال میتونیم ببینیم و همچنان اونا را تعقیب کنیم. شراین بزرگ کروتید انترنا که بر آرتریا کروتیس انترنا میگنش و اونا به دماغ در قسمت قدامی دماغ و قسمت اعظم از دماغ اروا میکنه، اونا هم در اینجا قسمت های ختمی قابل رویت است و دیده میشه. از طرف خلف یا از طرف عقب شریان های کوچک دوتانه به نام ورتیبرال آرتریا با هم دیگر یک جا میشه و یک شریان بازیلارسه در قسمت قدامی پونس تشکیل میده و این ادامه میافت تا بالاتر در ساحه بالاتر از پونس. اینا تقسیم بندی میکنن خود به دو شریان مختلف، طرف راست و طرف چپ، به نام آرتریا سریبری پاستریور یاد میشن. همچنان از طریق کامونیکنس های پاستریور که دو دانه هست، کامونیکنس راست پاستریور، کامونیکنس چپ پاستریور، اینا ارتباط خود برقرار میکنن با سیستم سرکولیشن قدامی که منشأ میگیره از آرتریا کاروتیس انترنا که امو حلقه ویلس تشکیل میده. در این زمان ما پرانازال سینی را میتونیم در ویندوی که تغییر میتیم و رنگ ها را آهسته آهسته نظر به ضرورت خود در سیتی ما میتونیم تغییر بتیم. پرانازال سینی یا سینوس های مقابل اطراف بینی را میبینیم، سینوس های فرونتال را میتونیم ببینیم، سینوس سفینویدال و همچنان سینوس های مکسیلری را، و در صورتی که اگر تغییرات در ایجا باشه اونها را قابل رویت میسازیم. دیگه قسمت های پنوماتیزه شده یا ای که پر از هوای اوس مستوید یا عزم مستوید است که این هم دیده میشه در تشخیص خیلی اهمیت داره، به خصوصا کسایی که اوتایتس میدیا دارن و یا ای که با لوحه میننگیت میان، اونا باید ایساهاش بهتر دیده شوه. در مقاطع کورونال و اکسیال و ساجیتال باید با هم دیده شود که کدام تخریب در استخوان صورت نگرفته باشد تا ای که سبب از این شود که انتان از قسمت گوش متوسط به گوش داخلی و از اونجا به مغز و پوش مغز انتقال کرده باشد. بیس کرانی یا بیسس کرانی هم استخوانه ایزی باید دیده شود در خصوصا اشخاص، خصوصا در اطفال و اشخاص پیر که اگر امراض متاستاتیک داشته باشن، اگر متاستازهای استخوان، مثلا کسایی که پروستات کانسر دارن، اونا به متاستازهای مختلف در استخوان جاتر معروف میشن. امراض کسایی که سرطان های سیدیه دارن، اونا هم امکان ازی است که متاستاز بتن به همه جا و به
قسمت های استخوان همچون. دیگه سرطان های دیگه که میتاستاز میتونه به استخوان برده، سرطان تایروئید است، سرطان گرده است که اینا هم میتونه میتاستاز بده. یعنی باید ما تمام نسج و صورت عموم ببینیم. دیگه ورید ها هستن، قسمت های شرایی نخواه گفتم. ورید ها را از بالا و پایان از سیستم های کانال های وریدی که در این قسمت سولکوسینوس ساگیتالیس که از جا شروع میکنیم میبینیم. بریجینگ وین ها وین های کوچکی هستن که ختم میشن به سینوس ساگیتالیس سوپریور و این سینوس ها را تعقیب میکنیم میبینیم که آیا امو دنسیتی را دارن که باید میداشت یا خیر. در قسمت پایانتر در ساحه تنتوریوم یعنی بالای از سربلوم ما توقع میره که ما دو سینوس ترانسورس اینجا ببینیم که ختم میشن با سینوس های سیگموید و اونها در آخر ختم میشن با وین جوگولارس و وین جوگولارس خونه دوباره به قلب میبره. این بود یک نمونه از آناتومی مقطعی قسمت رأس که به شکل خلاصه برای شما گفتم البته و خواستم تا تصویر به شکل پیدا کنم که نزدیک به انسان واقعی باشه، چیزی که ما برش بلد هستیم، گوشت و پوست و استخوان و غیره. اما در آینده وقتی که ما مریضا را میبینیم، وقتی که ما کیسا را میبینیم، به اساس امی علمی که ما دیجا داریم او را باز تطبیق میکنیم به تصاویری که از ماشین گرفته میشه. البته در یک شرایط بعدی آیست آیست پایان میریم، آناتومی گردن و آناتومی مقطعی صدر، آناتومی مقطعی بطن، آناتومی مقطعی اعشای بطنی و همچنان اعشای پایانتر یا بکن یا ای که چی میگنش حوصله را هم میتونیم در مورد گپ بزنیم. تشکر از توجهتان. فکر میکنم ما زیاد گپ زدم. در نظرات تانا میخوایم و یا ای که اگر موضوع خاصی دارین با ما فقط یک کومنت کنین. وقت خوش برتان میخوایم. شب روزتان بی غم بی درد و در امان باشید. خداحافظتان.